در پی پاکسازی جاده سردشت به بردپن با برادر مقدم فرمانده سپاه سردشت گفتگوی داریم. برادر این عملیات کی شروع شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و درود به امام امت. مردم انتظاری که داشتن از ما میگفتن که دولت اگر قدرت داره بیورانه که در 5 کیلومتری شهره بیاد پاکسازی کنه. من میگفتن شما خب... اصلا ببخشید من اینجوری راحت بگم دیگه، چون شما خودتون خیلی صریح صحبت میکنین. اصلا شما یه ادبیاتی داشتین، من پای تلویزیون گفتم اگه میشه این حرفا تو تلویزیون موقعی که گفتن شما الان مثلا زندانین، اینجوری به من گفتن. دوست حاشیه ها بخوره در موردش صحبت کنیم. مثلا گفتم مگه آقای احمد مقدم زندان نیست؟ گفتم یعنی چی؟ چرا من رفتم دیدمشون. خب این شاید من به ریشه هاش مقدار اشاره بکنم بد نباشه. ما در شاید این 3-4 ماه پایان دوره تصدیم در نیروی انتظامی به یک پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاونمون ما برخوردیم. حال دیدم آقای منتظرالمهدی فرمودن در شرکت ها، نه در یک شرکت، شرکت سرمایه گذاری به نام قدر که این شرکت سرمایه گذاری میدونید خودش جایی رو نباید اداره بکنه، زیر 50% میره شرکت میکنه یا مثلا در بورس سهام میخره غیره، نباید مدیریت رو به عهده بگیره، فقط این سرمایه گذاری میکنه زیر 50%. متوجه شدیم بعضی این آقایون سوء استفاده کردن، شرکت هایی رو در بیرون تأسیس کردن، خودشون میرن در شرکت های خودشون سرمایه گذاری میکنن. خب این خلاف بود، یعنی کسی نمیتونه دو طرف معامله یکی باشه. داشتن سوء استفاده صورت میگیره. با آقایون صحبت کردیم، گفتیم که این کار شما خلافه، صرف نظر از خلافتون بدین اموال رو برگردونید، ما هم مسامحه میکنیم در مورد این تخلفی که کردید. اول قبول کردن، گفتن اجازه بدید کارشناسی بشه. کارشناسی سرانگشتی کردن، احساس کردن که شرکت ها سودآور بوده. خودم خب این شرکت مال خودمونه، حالا شما باید بخرید از ما. دیدیم مثلا 10 میلیارد تومان بابت چیزی که اصلا مالکش نبودن با پول ما مالک شدن به اینها بابت سود بدیم. خب بردیم به مرجع قضایی ارجاع دادیم، دیدیم اعمال نفوذ کردن، قاضی وسط پرونده رفت کنار و پرونده مسکوت موند. وکیل گرفتن، رفتن تو مجلس، شروع کردن جفسازی کردن، اینکه آقا بنیاد تعاون داره ورشکست میشه. به منم کتباً نامه نوشتن، ببین اگه بخوای با ما در بیفتی ما تو هم با خودمون میکشیم پایین. ما فیلم تهیه کردیم میذاریم تو فضای مجازی، کاری میکنیم که مردم بریزن دم قوامین بگن پولمون رو بده، مثلا میگه صندوق میزان سرش اومد. در حالی که حالا بانک قوامین همیشه منجیه ورشکسته ها بوده، خودش هیچ وقت ورشکسته نبوده، بانک موفقیه. گفتن آقا ما فضا فیلم درست کردیم میذاریم رو فضای مجازی. گفتیم حالا که تهدید میکنید بس بلغ ما بلغ، ما دنبال میکنیم دیگه. من ناامید شده بودم از دادگاه ها، یه نامه نوشتم با رئیس حفاظت نیروی انتظامی، با هم رفتیم پیش رئیس قوه قضاییه حضرت آیت الله لاریجانی. گفتم هیچ کار دیگه من ندارم، مرسوم بود هر 5-6 ماه یه بار برای کارهامون میرفتیم خدمتش. آقا اینو من خواهش می‌کنم شما بخونید. آقای خلفی رئیس حوزه ریاست هم تشریف داشت، چون دقیق خوند. گفت عجب، مگه قاضی رو میشه وسط پرونده منتقل کرد؟ مگر در انتقال یا باید برکنار شده باشه یا فوت کنه، مریض شه، یه دلیل موجهی، وگرنه قاضی قابل انتقال نیست. تو واقعا اتفاق افتاده، این پرونده رو باید با قاضی ویژه اداره کرد. اگر بخواد روند عادی باشه این کار پیش نمیره. ایشون هم محبت کردن، دستور دادن پرونده رو از دادسرای عادی و عمومی ارجاع دادن به دادسرای نظامی و اونجا هم قاضی ویژه تعیین کردن، بازپرس ویژه تعیین کردن، تمام مراحل و کارش انجام دادن و با قوت کار جلو رفته. الان هم من میدونم که شخص قاضی ممنوع کردن که اطلاع رسانی راجع پرونده از غیر ایشون بشه. من راجع به جزئیات نمیخوام وارد شم، ولی به احتمال زیاد همون آدم ها همون تهدید خودشون کمی از همون روز شروع کردن عملی کردن. دوستان خیرخواه به من میگفتن آقا بذار حالا شما که دم عید داری میری، شما بعد عید هر کس خودش بره پیگیری کنه، شما برای چی وارد این مرحله میکنی خود؟ گفتم اتفاقا اگر هر آسیبی هم من ببینم مانعی نداره، این که کسی بیاد اینجا سوء استفاده کنه و قلدرانه هم برخورد بکنه، طلبکارانه هم برخورد کنه، این دیگه خیلی، اونم برای نیرو انتظامی. حالا ما مثلا وزارت خونه دیگری بودیم، نیرو انتظامی که خودش با مفاسد اقتصادی برخورد میکنه، این شایسته نیست. با بلغ ما بلغ باید با این پرونده برخورد کنه و برخورد شد و من از اون روز تا امروز 2 بار قاضی پرونده 2 تا نامه برای من فرستاده. اون نامه ها هم چون اون متهمین ادعا کردن مثلا این معامله‌ای که ما کردیم با مجوز ایشون بوده، ایشون هم من سوال کرده که آقا این حرفی که اینا میزنن راسته یا راست نیست، و من هم مکتوب جوابی که قاضی خواسته در پاسخ به ابهامات بهشون دادم، وگرنه هم بنده احضار کردن نه اساساً. حالا تقوایی ها هم صورت میگیره.